چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری برفاهای فاهای من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشد در و رنج و زخم من نپریه این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و من است کلامت ای خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود بر شما بینندگان یاران و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی با عنوان تمام کتاب خوش آمدید ما در این برنامه ها یک مطالعه کامل از تمام کتاب مقدس رو تقدیم حضورتون میکنیم با کتاب پیدایش آغاز کردیم که نخستین کتاب از کتاب مقدسه و به فصل سوم رسیدیم در قسمت های قبلی پیشگفتار کلی مرتبط با تمام کتاب مقدس رو به اتمام رسوندیم همچنین به معنای الهام مفهوم خطا ناپذیری و همینطور کانون کتاب مقدس پرداختیم ما درباره معرفی کتاب پیدایش، روزهای آفرینش و همچنین چگونگی آفرینش انسان گفتگو کردیم و اینکه چطور خداوند آدم را از خاک زمین شکل داد و حوا را از دنده‌ای که از آدم گرفته بود ساخت. اما این قسمت از برنامه را با مطالعه فصل 3 و آیات 1 تا 7 آغاز خواهیم کرد. تشویقتون میکنم در طی برنامه کتاب مقدستون رو بردارین و اگر هر پرسشی دارین از طریق ایمیل ما info@tamamkitab.com با ما در میون بذارین. اجازه میخوام به مهمان گرانقدر برنامه خادم خداوند برادر یوسف ریاض خوش آمد بگم درود بر شما برادر, برادر, یوسف برادر. خوش آمدیم. ممنون از شما و همچنین سلام و خوش آمد میگم به شما مهمانان گرامی برادر یوسف به فصل سوم رسیدیم قبلا در مورد این فصل گفتگو کردیم و بخش از اون رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم عنوان اصلی این فصل چیه بزرگترین فاجعه ای که برای بشر رخ داده دنیای پس از فصل سه کتاب پیدایش با دنیای پیش از اون متفاوته. درسته. وقتی خداوند خدا اومد، به هوا فرمودین چه کاری است که تو انجام دادی؟ میخواست به هوا بگه میدونی درگیر چه مصیبتی شدی؟ میدونی که تو با این کارت چه بلایی سر نسل بشر و میلیاردها انسان و اولاد پس از خودت آوردی؟ میدونی چه اتفاقی افتاده؟ ولی خدا رو شو که هرچند این یک فاجعه است، اما سامسون در داوران فصل چهارده آیه چهارده میگه که از خورنده خوردنی به دست آمد و از زوراور شیرینی. دنیا دیگه همون دنیای پیش از فصل سه کتاب پیدایش نبود. ولی خب برای مقدسین ایماندار آینده خوب و فوقلادهی ای نسبت به پیش از فصل سه کتاب پیدایش وجود داره. به امید خدا در قسمت‌های آینده به تفصیل درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب. کلام خدا در فصل سوم اینطور می‌فرماید: مار که از تمام حیواناتی که خداوند ساخته بود هیلگرتر بود از زن پرسید آیا واقعا خدا به شما گفته است که از هیچ یک از میوه های درخت های باغ نخورید؟ زن جواب داد ما اجازه داریم از میوه تمام درخت های باغ بخوریم به غیر از میوه درختی که در وسط باغ است خدا به ما گفته است که از میوه آن درخت نخورید و حتی آن را لمس نکنید مبادا بمیرید مار جواب داد این درست نیست شما نخواهید مرد خدا این را گفت زیرا میداند وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه چیز بد است زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوه آن برای خوردن خوب است همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود بنابراین از میوه آن درخت کند و خورد همچنین به شوهر خود نیز داد و او هم خورد همین که آن را خوردند به آنها دانشی داده شد و فهمیدند که برهنه هستند پس برگ های درخت انجیر را به هم دوخته خود را با آن پوشاندند این فصل با مار آغاز میشه که میفرماید مار که از تمام حیواناتی که خداوند ساخته بود هیلگرتر بود در اینجا منظور از مار چه کسیه مار کیه ما نمیدونستیم مار کیه تا زمانی که آخرین کتاب کلام خدا رو دریافت کردیم در دوم قرنتیان فصل 11 به مار اشاره شده اما اکنون میترسم همانطور که هوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود ولی تا اون موقع هم نمی که مار چه کسی بوده تا اینکه به کتاب مکاشفه فصل دوازده و سپس فصل بیست می رسیم اونجاست که می فهمیم مار همون شیطانه یکی از نامهای شیطان ابلیس یا اجده هاست. در مکاشفه فصل دوازده و بیست برای شیطان از چهار نام استفاده شده. که به طور ساده مار همون شیطانه بنابراین شیطان از طریق مار وارد باغ شد درسته و یک مخلوق بود بله که شیطان ازش استفاده کرد تا آدم و حوا رو وسوسه کنه و سقوط کنند دقیقا بعضی لیبرال ها نسبت به نخستین قسمت های کتاب پیدایش معترض هستند. باید به این موضوعات برگردیم و در موردشون گفتگو کنیم آیا منطقیه که یک مار صحبت کنه؟ چون وقتی صحبت از یک مار سخنگو میشه بیشتر شبیه یک خیال پردازیه که فقط در افسانه و داستان ها اونو میشنویم پس این قسمت ها فقط افسانه هستن؟ و آیا مار واقعا حرف میزنه؟ خب مار حرف زده، اولاغ هم حرف زده. اولاغی که با صدای انسان صحبت کرد و جلوی حماقت اون نبی رو گرفت. و واقعیتش اینه من میترسم که بتونه برای بسیاری از کسانی که کلام و فرمایشات خدا رو تحریف میکنن مستاق پیدا کنه. البته مار به طور طبیعی توسط خودش صحبت نمیکنه. ولی وقتی شیطان وارد اون میشه بهش توانایی حرف زدن میده. شیطان کسی بود که سخن گفت و از مار به عنوان ابزار استفاده کرد تا گناه رو معرفی درسته. کنه. پس نه مار و نه اولاغ هیچ کدوم توسط خودشون حرف نمیزنن. ولی وقت نیاز خدا کاری کرد که اولاغ هم صحبت کنه و همچنین شیطان در پیش روی خدا کاری کرد که مار هم صحبت کنه. پس این کار شیطان در مار بود. درسته. در نتیجه شیطان داخل مار میشه و بعدها مار تبدیل به یکی از نامهای شیطان میشه همینطوره ممکنه به نامهای دیگه ای شیطان که در کتاب مقدس اومده اشاره بفرمایید؟ بله خب اسمهای زیادی داره مثلا پیش از سقوط خودش او به نام کروبی مست شده ی نگهبان معروف بوده ولی پس از سقوط اسم مار اسم شیطان اسم اجده و اسم ابلیس هم گفته میشه و همینطور به وسوسه کننده, وسوسه کننده, و شریر ده. هم ملقب هست. اینا بعضی از نام هستند که محدودیت های کاری و روش های تکراری اونو به ما نشون میدن. بسیار خوب. بنابراین شیطان از طریق مار وارد باغ شد و شروع به نزدیک شدن به هوا کرد. درسته. لطفا برای ما توضیح بفرمایید شیطان چطور از طریق فریب و هیله برای وسوسه و سقوط هوا استفاده کرد و چه استراتژی به کار برد؟ اول اینکه واژه واجه هیلگرتر و یا فریبکارتر به طور واضح در معنی لغوی فارسی به معنی ظریف و محبوبه و یا قشنگ و دل بله و یا دلرباست یعنی اینکه اون خطرناک به نظر نمیرسه مثلا ممکنه یه نفر بگه بچه معمولا از سگ میترسه ولی خب از مار نمیترسه پس اگه یه مار بهش نزدیک بشه باهاش بازی میکنه ولی خب این برای بچه خطرناکه و همچنین واژه هیلگرتر میگه که شیطان فریبنده و نیرنگ باز بوده در حقیقت شیطان از این فریب و نیرنگ استفاده کرد و کارش رو با روش همیشگیش ادامه داد یعنی درباره کلام خدا شک و تردید ایجاد کرد و تا به امروز این شیوه رو در کارهای نمایندگان شیطان هم میبینیم که در کتاب مقدس شک ایجاد میکنن مثلا میگن نخستین فصل کتاب پیدایش یک افسانه است و نباید واقعی و جدی تلقی بشه نه این کلام خداست که مسیح اونا رو نقد کرد و از طرف اون گفته شده ما به هر کلامی که از دهان خدا بیرون میاد متمسک میشیم این ایمان ماست ولی شیطان اینطور میگه که آیا خدا حقیقتا اینو گفته که اولین قدم برای ایجاد بدبینی و تردیده و شیوه دیگه اون اینه که وقیهانه تکذیب کنه. خدا گفته تو می میری و شیطان میگه که تو نمی میری و سپس به خطرناکترین تیر می رسیم. وقتی با اونا میگه خدا این را گفت زیرا میداند وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه چیز بد است. انگار که میخواد به صورت غیر مستقیم بهشون بگه خدا شما را دوست نداره و تنها خودشو دوست داره. و باید بگم که این خیلی از خدایی که ما از کتاب مقدس میشناسیم دوره اما حوا به این دام گرفتار شد و شروع به پاسخ دادن به مار کرد درسته چگونه حوا علیه گفته های خدا مرتکب گناه شد حوا چهار کلمه از گفته های خدا کم و اضافه و دو کلمه رو تغییر داد چه کلماتی رو خدا آدم را امر فرموده و گفت از همه درختان باغ بی بخور حوا واژه از همه و بی را حذف کرد اینها دو کلمه ای که حوا کم کرد جمله مبادا بمیرید و حتی آن را لمس نکنید رو اضافه کرد. یعنی اینکه خداوند هیچی درباره لمس نکردن اون درخت درخته. نگفته بود بله. و به جای اینکه بگه در همان روز خواهی مرد گفت مبادا بمیرید که و این دو کلمه رو اضافه بنیرن. کرد بله. شاید هم نه پس از گفته های خدا دو کلمه کم دو کلمه اضافه و دو کلمه رو تغییر داد انگار مهم نبوده و این وسیله سقوط رو فراهم کرد و پس از این اتفاق عواقب بسیار بدی برای نسل بشر به همراه داشت همینطوره بعد از استراحت با پرسش مهمانان برمیگردیم میخواستم بپرسم چرا مار پیش هوا رفت و سراغ آدم نرفت سال خوبیه برادر یوسف مشتاق این که بشنویم بسیار خوب خب شیطان هوا رو وسوسه کرد نه آدم رو خب اینم یه نوعی از هیلگریه مار از همه ی حیواناتی که خدا آفریده بود هیلگرتر بود در واقع شیطان فهمیده بود که از طریق مار میتونه زن رو راحت تر فریب بده و خب اون درست فهمیده بود بنابراین در عهد جدید کتاب مقدس میگه به زن اجازه نمیدم که تعلیم بده. چرا اینطوره؟ چون شاید آسونتر فریب بخوره. شیطان همچنین فهمید که زن ذاتن کشف کردن رو دوست داره. و شاید بهتر اینطور بگیم که زن کنجکاوی بیشتری داره. بنابراین شیطان اومد تا از طریق این درخت حوا رو وسوسه کنه تا حس کنجکاوی اونو بیدار کنه و در واقع حوا راز رو کشف کنه. و خب شیطان این رو خیلی خوب میدونست که آدم ممکنه فریب نخوره ولی خب تحت تأثیر زنه شاید بتونه اون رو مغلوب کنه. پس کلام خدا به ما میگه که آدم فریب نخورد بلکه زن فریفته شد و سرپیچی کرد. شیطان میدونست که نیازی به وسوسه ی مرد نیست فقط کافیه که زن رو وسوسه کنه به که از این طریق بتونه مرد. بله شوهرش رو متقاعد کنه دقیقا تا از نفوذش استفاده کنه بله با کاملن. این حال وقتی به آیه 6 میرسیم این طور میفرماید زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوه آن برای خوردن خوب است همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود سه موردی که درباره درخت گفته شده چه چیزایی هستند اون عمده ترین راههایی هستند که شیطان معمولا ازشون برای وسوسه انسان استفاده میکنه که بعدها در یوحنا فصل دو بهشون اشاره شده به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید بعد میگه زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان است این سگانه در آیه شش واضحه اینجا شهوت جسم رو میبینیم وقتی میگه زن نگاه کرد و دید میوه ای از آن برای خوردن خوب است آن درخت بسیار زیباست و در ادامه میفرماید همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود یعنی کمال دانش رو بهش میده که غرور زندگانی هست بنابراین شیطان از همون شیوهی برای زن استفاده کرد که امروز هم به کار میبره و باید از چیزی که برای هوا اتفاق افتاد حواسمون جمع باشه که به همون دام گرفتار نشیم برادر یوسف کدوم یکی از اینا خطرناکتره؟ این که شیطان به صورت مار ظاهر بشه یا به صورت شیر برای انسان کدوم خطرناکتره؟ راستشو بخواین وقتی از شیر صحبت میکنیم معمولا احساس درماندگی میکنیم و به خدا پناه میبریم اما وقتی صحبت از مار میشه احساس میکنیم میتونیم باهاش روبرو بشیم و نمیتونه ما رو فریب بده برای همین میافتیم و هنگامی که زمان شهادت و جفا رسید اده زیادی از ایمانداران همگی به کلام مقدس خدا چسبیده بودند و پناه برده بودند. ولی وقتی شیطان شروع کرد به هیلگری و استفاده از نیرنگ مثل کاری که در کتاب پیدایش فصل سه انجام داد و اون رو برای ایمانداران تکرار کرد متاسفانه خیلی از اون ایمانداران فریب خوردن. پس وقتی که شیطان مثل شیر میاد ما احساس درماندگی میکنیم و به خداوند پناه میبریم و پیروز میشیم برای همینه که در این دوران هم وقتی شیطان به صورت شیر ظاهر میشه و به کلیساها حمله میکنه میبینیم که ایمانداران با هم متحد درسته. میشن و همچنین با هم دعا میکنن همینطوره اما وقتی همه چیز آرومه شیطان وارد جمع ایمانداران میشه و تفرقه و مشکلات ایجاد میکنه بیرون کلیسا آرومه ولی از درون داره میجوشه این کار ماره برای بله همینه که وقتی پتروس به شیطان به عنوان شیر اشاره میکنه میگه ازش نمیترسم درسته ولی پولس به شیطان به عنوان مار اشاره میکنه و میگه ازش میترسم همینطوره در نهایت زن از اون میوه میخوره و به شوهرش هم میده که بخوره همین که آن را خوردند به آنها دانشی داده شد و فهمیدند که به رهنه هستند اونا به رهنه بودند ولی اینو دونستن. درسته لطفا نتیجه فوری و اجتناب ناپذیر سقوط رو توضیح بفرمایید خب اینجا شیطان کلماتی رو گفت که همشون درصد در در دروغ نبودن. چون اگه صد درصد حرفا دروغ بودن، فهمیدنشون آسون بود. ولی اون حقیقت رو با دروغ ترکیب کرد و امروز هم این کارو میکنه و گفت به یقین نخواهید مرد و این یک دروغه. بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد. این حقیقته چون چشمان اونا باز شد. و همچون خدا شناسنده ای نیکوبت خواهید بود این حقیقت آمیخته با دروغه. اونا هیچ وقت مثل خدا نشدن ولی فهمیدن که چی خوبه و چی بده. یعنی میشه گفت مخلوطی از دروغ و حقیقت با هم. پس انسان فریب خورد چشمانشون باز شد همونطور که شیطان گفته بود. و همین که اونها رو خوردن به اونا دانشی داده شد و فهمیدند که برهنه هستن. بدبختانه این اولین چیزی بود که انسان کشف کرد. یعنی دقیقا همون لحظه ای که میوه درخت ممنوعه رو خوردن. دقیقا و طبق معمول دنبال راه حل میگشتن. بله همواره انسان فکر میکنه با عواقب کاری که انجام داده میتونه کنار بیاد انسان فهمید که به است کلام خدا میفرماید پس برک های درخت انجیر را به هم دوخته خود را با هم پوشاندند. پوشاندند. اولین کار انسان این بود که از روش خودش استفاده کنه و عوارض سقوط و متحمل بشه دقیقا. انسان چه کار کرد و چه پیامدی داشت بله خب به نظر شما آیا انسان تونست با مشکل خودش کنار بیاد پاسخ هم بله هم نه بله چون تلاش کرد تا برهنگی خودش رو از دید شریک زندگیش پنهان کنه. به عبارت دیگه زن تلاش کرد برهنگی خودش را از مرد بپوشونه و مرد هم در مقابل همین کارو کرد. این دقیقا اتفاقیه که این روزها در مذاهب میافته ما ضعفهامون رو از همدیگه پنهان میکنیم. ولی وقتی که خداوند خدا اومد آدم و همسرش خودشون رو پنهان کردند چرا این کارو کرد؟ عجیبه درست روز قبلش آدم به طرف خدا میرفت ولی حالا چی شده؟ چه کسی گفت تو برهنه ای؟ آدم گفت چون صدای تو را در باغ شنیدم ترسیدم و پنهان شدم زیرا برهنه هستم که این موضوع نشون میده کار آدم و هوا برای پنهان شدن کاملا مفید بوده ولی این چیزی نبود که خدا انتظار داشت و غم انگیزترین موزل اینه که امروزه افرادی هستند که خودشونو با برگهای انجیر مذاهب و مذهب زدگی میپوشونن وقتی روز آخر برسه اونا متوجه خواهند شد که در پیشگاه خدا برهنه منظور شما از برگ انجیر مذهب زدگی چه چیزیه؟ یعنی اینکه کار مذهب اینه که ما در پیش دیگران و انسانها خوب به نظر برسیم و خب یعنی پوسته بیرونی بله دقیقا و بدون تغییر واقعی همینطوره خدا در متا فصل 23 میگه شما مثل مقبره های سفیدی هستید که ظاهری زیبا دارند اما داخل اونها پر از استخوان‌های مردگان و کسافات است اگر امروز بفهمم که قلب من فاسده پس اینجا دو راه میمونه یا قلبم رو عوض نمی کنم چون نمیتونم یا تظاهر کنم که همه چیز عالی و کاملا خوبه و همه یه وظایف مربوط به پرهیزکاری رو انجام بدم که کار ساده ایه. از بیرون. بله درسته. ولی راه دیگه اینه که مثل اون باجگیر نزد خداوندمون بریم. که جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به سینه خود میزد و میگفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن این کسیه که میخواد توبه کنه ولی برای کسی که گناه رو دوست داره توبه نکردن آسون تره و خب باید بگم که برای چنین اشخاصی تظاهر و پرهیزکاری یا دعا یا حتی همون روزه گرفتن براش آسونه و این همون مذهب زدگیه ولی تغییر یک قلب کاری نیست که مذهب بتونه انجام بده انسان تلاش کرد مشکلی که از درون داره از بیرون حل کنه دقیقا اما راه درمان همیشه از درون به بیرون هست که در موردش صحبت خواهیم کرد بله درسته و بیرون به درون نیست چون بیرون فقط ظاهر رو عوض میکنه درسته و چون درون ما از دید مردم خارجه اون رو اصلا تغییر نمیدیم چون فقط بیرون ما رو میبینن بنابراین ظاهر خوب به نظر میرسه و ظاهر مشکلات رو پوشش میده بله. و کاری که مردم انجام میدن اینه که ظاهر رو حفظ کنن درسته هیچ کس از درون خبر نداره ولی چشمان خدا همه چیز رو میبینه هر کسی میتونه زنا کنه قصر کنه هر کاری میخواد انجام بده و تا کسی چیزی نفهمه مشکلی نیست و اون شخص یک قهرمان به حساب میاد من فکر میکنم که این سبک نگرش ریشه داستان پنهان شدن پشت مذاهب دروغینه کاملا درسته بدون تغییر درونی بله. که بیشتر در موردش صحبت میکنیم بسیار خوب پس از استراحت با یک سوال دیگه برمیگردیم مقایسه کنید بین وساسه آدم در باغ عدن و همینطور وسوسه مسیح توسط شیطان در بیابان. برادر یوسف مقایسه داشته باشید بین آدم که سقوط کرد و مسیح که پیروز شد. بله برای شروع باید درس کنم که اون زمان آدم در بهترین شرایط ممکن خودش بود در حالی که میتونیم بگیم مسیح در سختترین شرایط ممکن قرار داشت. یکی در باغ، دیگری در بیابان. میتونیم تصور کنیم که یک باغ پر از درخت و میوه هایی که همشون خوشمزه، لطیف و لذیذ هستن. در حالی که مسیح در بیابانه و به مدت چهل روز هیچ غذایی نمیخوره تا سرانجام گرسنه نمیشه. این نخستین تفاوت هر دو وسوسه شبیه هم هستن. همونطور که گفتیم این روش شیطانه اونو برای آدم به کار برد و موفق هم شد و همچنین برای میلیون ها نفر از فرزندان آدم و خواست روی مسیح هم امتحان کنه اما به روشی سختتر همونطور که عرض کردیم شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی. در وسوسه شریر علیه مسیح در بیابان و بالای کوه بارها تکرار شدن واقعا همینطوره. شهوت جسم چیه؟ شیطان گفت بگو این سنگ ها نان بشوند چون اخیرا مسیح گرسنه بود و برای همین بود که وسوسه کننده به مسیح نزدیک شد و این جمله رو بهش گفت. پاسخ مسیح این بود کتاب مقدس میفرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه ای که خدا میفرماید دومین وسوسه خواهش چشمه شیطان همه ی ممالک جهان و شکوه اونا رو در یه لحظه به عیسی نشونداد و گفت همه ی اینا رو به تو میدم میبینین چقدر بزرگتره وسوسه در باغ تنها یک درخت بود ولی در بیابان شیطان میخواست همه ی جلال دنیا رو به مسیح بده مسیح بهش میگه کتاب مقدس میفرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی. سومین و آخرین وسوسه غرور زندگانی بود که مسیح خودش را از بالای کنگره هیکل به پایین پرت کنه. ارتفاعش حدود 90 تا 100 متره به اندازه یک ساختمان سی طبقه خود را از آنجا به پایین بیانداز آنها با دستهای خود تو را خواهند گرفت. این غرور زندگانیه خداوند خدای خود را, بله، خدای خود را امتحان نکن اینا وسوسه هایی هستن که در باغ انجام شدن ولی خب باید بگم که انسان کاملا شکست خورد و همین تجربه ها در بیابان هم رخ دادن منتها به روشی خیلی وحشتناکتر ابتدا شیطان مسیح رو با یک خورس نان و سپس با تمام ممالک جهان وسوسه کرد اگه کسی نانو میگره فکر میکرد مرتکب اشتباهی نشده بعدش به تمام جلال دنیا و نهایتا به وسوسه روحانی می مسیح در تمام این سه وسوسه پیروز شد برادر یوسف آیا احتمال داشت که مسیح در این وسوسه های شیطان گرفتار بشه؟ خب مطلقا نه مسیح وسوسه نشد که شاید مقاومت کنه یا شکست بخوره بلکه اثبات کنه که کاملا از گناه آزاده مسیح مسون از اشتباهه سقوط انسان چطور بود؟ انسان سقوط میکنه چون تمایلات درونی دیگه ای هم داره درسته هر انسانی وقتی به دنبال شهواتش میره و تسلیم میشه در حال وسوسه شدنه چطور میتونیم اثبات کنیم که مسیح متفاوت بود وسوسه و اینو اثبات کرد؟ آدم کسی بود که در واقع اگر به پیدایش فصل سه نگاه کنی میگه آدم فرار کرد. ولی در متا فصل چهار و لغا فصل چهار این شیطانه که فرار میکنه. شیطان از حضور این شخص قدوس فرار کرد و وقتی در کنیسه یا جاهای دیگه اونو میبینه میگه من میدونم تو کی هستی؟ تو قدوس خدایی. بعضیا نمیدونن که قدوسیت مسیح بر زمین و قدوسیت او در آغوش پدر جایی که ازش اومده یک شیطان میدونست در تولد مسیح گفته شده که او پسر خدای متعال خوانده خواهد شد بله مسیح فرمود کیست از شما که مرا به گناهی متهم سازد و بر رئیس این جهان می آید و هیچ ادعایی بر من ندارد بله. پتروس گفت که مسیح گناه نکرد پولس میگه مسیح گناه و نشناخت یوحنا میگه که در او هیچ گناه نیست و در ابرانیان میفرماید مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید خوره. مسیح قدوسه وسوسه نشد تا شاید سقوط کنه یا پیروز بشه درسته. بلکه تا اثبات کنه که مسون از خطا و غیر قابل سقوطه بله هر چند انسان سقوط کرده ولی خدا باید راهی برای درمان درد انسان فراهم می کرد و به امید خدا در قسمت آینده به این موضوع خواهیم پرداخت ممنونم برادر ممنون ایسه. از شما برادر عید. به پایان این قسمت رسیدیم و با هم درس امروز رو مرور می از این قسمت از برنامه چه چیزی یاد گرفتین؟ شیوه های شیطان رو یاد گرفتیم و فهمیدیم که از گذشته تا امروز از همون روش ها استفاده میکنه. و شیطان دوست داره در سخنان خدا تردید ایجاد کنه و اونا رو تحریف کنه مثل کاری که با هوا کرد. شیطان به هوا گفت که خدا اصلا اونا رو دوست نداره چون نمیخواد از میوه درخت شناخت خوب و بد بخورن. و امروز هم همین کار انجام میده. شیطان در دل انسان نسبت به محبت خدا شک ایجاد میکنه. ولی ما از نقشه هاش بیخبر نیستیم. آمین که خداوند ما را رو از روش های اصلی حملات شیطان محافظت کنه یعنی شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی یاد گرفتیم که هوا در فرمان خدا دو کلمه اضافه کرد، دو کلمه کم کرد و دو کلمه عوض کرد و نتیجه اون یک سقوط شرماور بود نتایج گناه جبران ناپذیره اما شکر بر خداوند عیسی مسیح که ما را از خطاهامون رهایی داده و تنها راه درمانه ممنونم برکت خدا با شما از شما هم متشکرم برادر بینندگان گرامی هرچند به پایان گفتگو درباره سقوط رسیدیم ولی نقشه الهی بی‌نظیره مدت مدتها بود که شیطان سعی میکرد این نقشه را خراب کنه تا اینکه درمان از طرف خدا رسید این قسمت رو با گفتگو درباره مسیح به پایان رسوندیم یعنی آدم آخر و یا آدم دوم که چهل روز وسوسه شد اما در پایان سربلند بیرون اومد و زمانی که تجربه میشد احتمال هیچ شکست یا سقوطی براش نبود ولی وسوسه بس بالای کوه برای این بود که اثبات کنه مسیح غیر قابل سقوط و مسون از هر گونه گناهیه مسیح قدوس و بیگناه و در جسمش هیچ بذر گناهی وجود نداره کلام خدا میفرماید او پسر خدای متعال ملقب خواهد شد و انسانیت کامل عیسی مسیح سنگ زاویه کاملیت کار او بر صلیب بود انسانیتی کامل و خطا ناپذیر و آری از گناه بینندگان گرامی ما تمام جلال و احترام و به شخص مسیح میدیم و در پیشگاه انسانیت کامل شخص مسیح و کاملیت او در الوهیت سر تعظیم فرود میاریم هرگز نمیتونیم تصور کنیم که در انسانیت مسیح خطایی وجود داشته او قدوس و غیر قابل سقوطه یک حصار الهی به دور شخص عیسی مسیح و به دور انسانیت و الوهیت مسیح در کتاب مقدس کشیده شده پس زمانی که با روح فروتنی به کلام مقدس خدا نزدیک میشیم این آگاهی ذهن ما را از انحراف محافظت میکنه پس با فروتنی و با سرسپردگی به سوی کلام مقدس خدا نزدیک بشیم و از اون بیشتر بیاموزیم تا قسمت بعدی برنامه که درباره راه درمان خدا برای سقوط آدم و هوا صحبت خواهیم کرد خدا یار و نگهدارتون چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه کلام تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلام شفا بخشد درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت ای خدا من. عبدی و جاودانت تمامی کلامت